حالا میخوان با تحریم ها رو ما محدود کنن. مگر تحریم ها تا کنون تونسته رو محدود کنه؟ اون چه ما تونستیم راه برون رفت از تحریم ها رو دنبال کنیم حرکت جهادی بوده. آقایان عزیز، خانوم های گرامی، تحریم ها رو باید خونسا کرد. سیاست دور زدن تحریم ها که شعار دولت 13 است حالا به نظر به بن‌بست رسیده. در میان فقدان دورنمای روشنی از موفقیت مذاکره های احیای برجام، ایران در حال از دست دادن بازار محدود باقی مانده برای فروش نفت خود است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی میگوید که حالا نفت خام ایران با تخفیف بیشتری به چین فروخته می شود. در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب علیه مسکو، تخفیف‌های نفتی روسیه باعث شد که چین به یکی از واردکنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شود. شرایطی که منجر به رقابت ایران با روسیه برای حفظ بازار چین، مشتری عمده نفت ایران شده است. اما این تخفیفی که آمارها نشان می‌دهد رقم کمی نیست. بلومبرگ می‌نویسد ایران نفت خود را تقریباً به قیمت 10 دلار کمتر از قیمت معاملات آتی برنت به چین می‌فروشد تا بتواند با نفت روسیه که قرار است در ماه اوت وارد بازار این کشور بشود رقابت کند. پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایران نفت خود را با تخفیف 4 تا 5 دلاری به چین می‌فروخت. بر اساس گزارش شرکت تحلیل داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران به چین پس از اندکی کاهش در ماه آوریل، در ماه‌های می و ژوئن به بیش از 700 هزار بشکه در روز رسیده. این یعنی در صورتی که صادرات نفت ایران به چین همچنان 700 هزار بشکه در روز باشد، تهران در هر روز 7 میلیون دلار نسبت به ماه‌های قبل ضرر خواهد داد، چیزی بیش از 200 میلیون دلار در ماه. مقام‌های ایران دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را مانعی بر سر مذاکره های احیای برجام می دانند. توافقی که در صورت احیای آن بسیاری از تحریم ها از جمله تحریم های بانکی و نفتی لغو خواهند شد. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار با سفیر سوئیس در تهران ادعا کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند. رئیس جمهوری ایران ادعا کرده که این کشور علیرغم به گفته او دشمنی‌ها به پیشرفت خود ادامه داده و سیاست‌های آنها اثر معکوس داشته. بحث تداوم مذاکرات همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود آمریکا را متهم کرده که بدون ابتکار عمل در نشست دوحه شرکت کرده. تهران خواستار لغو شماری از تحریم‌های فرابرجامی از جمله خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکاست. همچنین ایران از آمریکا درخواست تضمین کرده که دولت‌های بعدی این کشور از برجام خارج نخواهند شد. خواسته‌هایی که در جریان 7 دور مذاکره‌های احیای برجام در وین مورد قبول آمریکا قرار نگرفته. مقام‌های آمریکایی چندان به نتیجه بخش بودن مذاکره‌های هسته‌ای خوشبین نیستند. با این حال اتحادیه اروپا و عضو اروپای برجام در حال آخرین تلاشا برای نجات توافقی هستند که در ازای لغو تحریم‌های ایران برنامه هسته‌ای این کشور را مهار می‌کرد. اما دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند که با تکیه بر همسایگان و کشورهای دوست تحریم‌های آمریکا را خنثی خواهد کرد. اما آنچه در حال رخ دادن است با خواسته‌های ایران فاصله بسیاری دارد. روسیه و چین دو متحد ایران که با این کشور پیمان همکاری‌های بلندمدت دارند در حوزه نفت تنها عرصه اقتصادی را بر تهران تنگ تر کردند. در چنین شرایطی برخی کارشناسان میگویند ایران با داشتن چنین دوستانی دیگر نیازی به دشمن ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.